سلام، من علیرضا روشن با برنامه قصه خوانی از رادیو ایران اینترنشنال همراه شما هستم. حکایت سندباد قسمت پنجم. در حال بازرگانی که بانگ به کرکس بزد به سوی لاشا آمد. چون مرا در آنجا ایستاده دید بترسید و به من هیچ نگفت. به نزد لاشه آمده او را این سو و آن سو کرده از سنگهای الماس چیزی بران چسبیده نیافت. فریاد برآورد گفت وا حسرتا، این چه حالت است؟ آنگاه من پیش او رفتم. مرا گفت تو کیستی؟ بدین مکان از بحر چه آمده ای؟ من به او گفتم بیم مدار و هراس مکن، من از بهترین انسیانم، بازرگان بودم. مرا حکایتیست عجیب و قصه ایست غریب و سبب آمدن من بدین مکان حدیثی طرفه دارد، یعنی شنیدنی. تو محزون مباش که با من بسی سنگ الماس هست، چیزی که تو را کافی باشد به تو خواهم داد. سنگهایی با من است که هر یک بهتر از تمامت آن سنگ هاست که به این لاشه چسبیده. در آن هنگام بازرگان آرام گرفته مرا دعا گفت و شکر به جا آورده با من در حدیث شد، یعنی با من شروع کرد به حرف زدن. بازرگانان دیگر که هر یک از ایشان لاشه ای انداخته بود آواز من و او را بشنیدند و به سوی ما بیامدند. ما را سلام کردند و مرا تهنیت گفتند. من نیز تمامت قصه خود را به ایشان بگفتم و رنجی که در سفر برده بودم به ایشان شرح دادم و سبب رسیدن خود را بدان مکان بیان کردم. پس از آن به خداوند لاشه‌ای که من بر او آویخته بودم چیزی بسیار از آن سنگ ها که با خود داشتم بدادم. فرحناک شد و مرا دعا گفت. بازرگانان به من گفتند که به خدا سوگند که تو را عمری تازه داده اند، وگرنه هیچ کس پیش از تو بدین مکان نرسیده که نجات یابد. پس آن شب را در مکانی خوب و امن بخفتیم و از این که از بیابان مارها خلاص یافته به آبادی رسیده بودم شادان و فرحناک بودم. چون روز برآمد برخواسته در آن کوه بزرگ همی رفتیم و ماری بسیار می دیدیم تا این که به جزیره در آمدیم و در آنجا درختان کافور بود و بزرگی هر درخت چندان بود که 100 تن آدمی در سایه او می توانستند نشست و اگر کسی می خواست از کافور آن چیزی جمع آورد از بالای درخت با سیخی بلند سوراخ می کرد. آنگاه کافور از او روان می شد و مانند سمق سخت می گشت. پس از آن همان درخت خشک گشته هیزم می شد. و در آن جزیره نوعی از وحشیان بود که او را کرگدن می گفتند. کرگدن در آن جزیره به سان گاو و گاو میش می چرید و آن جانور از شتر بزرگتر بود و یک شاخ بلند در میان سر داشت که طول آن 10 ذراع بود. از پاره ای از سیاهان و مسافران شنیدم که همان کرگدن پیل بزرگ را به شاخ بردارد و در جزیره و سواحل می گردد و پیل در شاخ او مرده روغن آن پیل از گرمی آفتاب به چشمان او می ریزد، در حال نابینا شود. آنگاه مرغ رخ آمده او را به چنگال گیرد و با لاشی پیل که در شاخ دارد از بحر اولاد خود تعمه برد. من پاره ای از آن سنگ ها که برچیده بودم
با بازرگانان معاملت کردم. از ایشان درم و دینار و بضاعت تجارت گرفتم و با ایشان سفر می کردم و به شهرها و صنعتهای خدای تعالی تفرج می نمودم. از بادیه‌ای به بادیه‌ای و از شهری به شهری روان بودیم و در همه جا بیع و شراء می کردیم تا اینکه به شهر بصره برسیدیم و روزی چند در آنجا مانده پس از آن به شهر بغداد آمدیم. چون به شهر بغداد رسیدم به خانه خود در آمده بسی سنگ الماس و متاعهای گران قیمت و بضاعتهای نفیسه با خود آوردم. عیال و پیوندان بر من گرد آمدند. به مسکینان تصدق کرده به یاران ببخشودم و به بزرگان هدیت فرستادم. پس از آن خوردنی های لذیذ می خوردم و نوشیدنی های خوش می نوشیدم. جامه های فاخر می پوشیدم و هر کس که از سفر بازگشتن مرا می شنید به نزد من آمده و از حال سفر و چگونگی شهرها سوال می کرد. من خبر باز می گفتم و عجایب و غرایبی که دیده بودم بیان می کردم. رنج هایی که برده بودم باز می نمودم. مردم از خبرهای من تعجب می کردند و در شگفت می ماندند. پس از آن سندباد بحری گفت ان شاء الله فردا حکایت های سفر سیم از برای شما حدیث خواهم کرد. چون سندباد بحری حکایت سفر دوم به یاران فرو خواند، شام بخوردند و سندباد بحری 100 مثقال زر سرخ به سندباد حمال داده، سندباد حمال آن زرها گرفته او را دعا گفت و راه خود در پیش گرفته برفت و آن شب را به فرح و شادی به روز آورد. چون بامداد شد فریضه صبح به جا آورد و به مقتضای دعوت به خانه سندباد بحری بیامد. سلام داده با او بنشست تا اینکه باقی یاران جمع شدند، بخوردند و بنوشیدند و شادی و نشاط و فرح و انبساط کردند. اما حکایت سفر سوم سندباد بحری. آنگاه سندباد بحری سخن گفتن آغاز کرد و به حدیث سفر سیم زبان گشوده گفت ای یاران، حکایت سفر سوم بشنوید که از حکایات گذشته خوشتر و طرفه‌تر است و آن این است که چون از سفر دوم بازگشتم در غایت طرب و نشاط و عیش و نوش به سر بردم، چنان که دیروز بیان کردم، و دیرگاهی در بغداد با سرور و انبساط با یاران وفا و برادران صفا بماندم. پس از آن سودهای سفر به خاطر آورده مشتاق سفر شدم و به تفرج شهرها و دریاها و اندوختن زر و سیم مایل گشتم. بضاعتی بسیار و متاعهای مناسب سفر دریا بخریده از شهر بغداد تا بصره سفر کردم. از بصره به ساحل دریا در آمده کشتی بزرگی دیدم که در او بازرگانان معروف و اهل خیر و صلاح بودند. به کشتی نشسته به یاری خدای تعالی سفر کردیم. از دریایی به دریایی و از جزیره‌ای به جزیره‌ای روان بودیم و از هر مکان که می گذشتیم بیع و شراء و تفرج می کردیم. در غایت فرح و سرور بودیم تا اینکه روزی از روزها در میان دریای مواج کشتی همی راندیم و ناخدا در کنار کشتی ایستاده به اطراف دریا نظاره می کرد که ناگاه تپانچه بر روی خود بزد، یعنی با سیلی زد تو صورت خودش، و بادبان کشتی فرو پیچیده ریش خود را برکند و جامه به تن بدرید و فریادی بلند برکشید.
ما گفتیم ای ناخدا، چه خبر داری؟ این کارها از بهر چیست؟ ناخدا گفت ای ساکنان کشتی، بدانید که باد مخالف بر ما وزیده، ما را از راه بدر کرده و رهنمون قدر ما را به کوه بوزینگان کشانیده و هیچ کس بدان مکان سالم نتواند رفت. چنان می دانم که همگی هلاک خواهیم شد. پس هنوز ناخدا را سخن به انجام نرسیده بود که بوزینگان حاضر آمدند. دور کشتی بگرفتند. بوزینگان مانند ملخ در کشتی و خارج کشتی پراکنده شدند. ما از زدن و کشتن و راندن آنها هراس کردیم که مبادا به سبب انبوهیی که داشتند ما را بکشند. از آن که کثرت به شجاعت غالب است، یعنی این که اگر طرف مقابل تعدادش زیاد باشه، تو هر چند که شجاع باشی اون جمعیت به شجاعت تو پیروز میشه. از آن که کثرت به شجاعت غالب است و ما به بیم اندر بماندیم. آن بوزینگان قبیح ترین وحشیان بودند، چشمان زرد و رویهای سیاه و یالی مانند یال شیران داشتند. هیچ کس سخن آنها نمی فهمید و از کار آنها کس را آگاهی نبود. هر یکی از این بوزینگان را قامت 4 وجب بود. به تنابها بالا رفتند و با دندان تنابها را ببریدند. چون از هر سوی تنابهای کشتی بریده شد، کشتی را باد به سوی کوه بوزینگان برده بود. بوزینگان همه بازرگانان را بگرفتند و به جزیره بردند. آنگاه کشتی را با بضاعت‌های او برداشته در جزیره بگذاشتند و خود برفتند، تا اینکه کشتی از نظر ما ناپدید شد و ندانستیم که به کجا رفتند و کشتی را به کجا بردند. پس ما در آن جزیره مانده از میوه‌های آنجا می‌خوردیم و از چشمه‌های آن می‌نوشیدیم که ناگاه در میان جزیره خانه ای آباد پدید شد. قصد آن خانه کرده بدان سوی رفتیم. دیدیم که قصریست بلند حصار و دری دارد از چوب آبنوس. از در قصر درون رفتیم. در اطراف قصر درهای بسیار و در صدر آن قصر مصطبه‌ای بزرگ و بلند یافتیم. دیگهای طعام به کانونها گذاشته و استخوان بسیار در کنار آن کانونها ریخته بودند، ولی در آن قصر کسی نبود. خب، داستان رو همینجا نگه می‌دارم، باقیشو می‌گذارم فردا شب تعریف می‌کنم. فقط این رو بدونید واژه کانون که مدام می‌شنوید اینجا به معنی منقله، آتشدانه، جایی، گودیی، ظرفی، محلی که توش آتش درست میکنن رو میگن کانون. از این توضیح هم بگذریم. تا فردا شب، تصدق همتون.